سلام مجدد خدمت همه دوستایی که بیننده برنامه در امتداد روز هستین. آرزو دارم که تا پایان برنامه ما را همراهی کنید و جناب دکتر صاحب در برنامه تشریف دارند و جناب دکتر صاحب میشه برام بگین که خیلی خانم هایی که مشکل دارند که یک طرف نفیرایشان باز است و یک طرفشان یعنی بسته نیست، اینا میتونند که حمل یا باردار شوند؟ بله، کدام مشکل خاص نیست، به خاطر از اینکه طوری که انسان دو تا چشم دارد، دو تا نفیر هم دارد، دو تا تخمدان هم دارد. یک ما یک تخمدان تخمه تولید میکنه، یک ما دیگه تخمدان تخمه تولید میکنه. و اینو اگر معاینات سونوگرافی کنن، امو مایی که امو تخمدانی که امو نفیرش واضح است، اگر اونا او کلان شده میباشه، اهتمامات گرفتن حمل بگیرن، انشالله با یک نفیر هم خانم ها میتونن حمل بگیرن. حتی هیچ مشکل وجود نداره. اما یک کمک مشکل به این خاطر داره که تخمدان دیگه اگر تخمه تولید کنه، امکانات از اون داره که اونمون تخمه یک از اون طرف بیایه و به این نفیر دیگه جذب شوه. این هم امکاناتش داره، یعنی داشتن یک نفیر این ضرور نیست که بگیم که خانم حمل نمیگیره، حتما میگیره انشاءالله. دکتر صاحب، به یک موضوع دیگه که خیلی از خانم ها مثلا هرچی تداوی کردن، حتی عملیات هم صورت گرفته، بازم این همی نفیری هایشان باز نشده و نتیجه نداده، اینا میتونن که مشکلشان حل شود؟ بله، قبلا وقتی که دکتر صاحب ها میدیدن که نفیرهای یک خانم بسته است، برش جواب میدادن که برو دیگه صاحب اولاد نمیشی. یا ای که عملیات هم میکردن، بعد از عملیات هم برش میگفتن که دیگه برو صاحب اولاد نمیشی. اما حالا خوشبختانه سیستما و شیوه های جدیدی که در دنیا آمده، امی القای خارج رحمی، القای خارج رحمی یگانه را و بهترین را بر خانمایی است که نفیرایشان بسته است. به خاطر از اینکه ما در این القای خارج رحمی چی میکنیم، تخمای خانم توسط سوزن میکشیم در لابراتوار و همچنان تخمه شوهرش هم میگیریم، اردوی زیر القا میکنیم، جنین تشکیل میشه و بازی جنین تشکیل شده را داخل رحم خانم میشه. دکتر صاحب دینیم برای یک کم توضیحات بیشتر بتین که خیلی دوستا اینمی به یک باور غلط هستن، اینمی مشکلات خیلی برشان رخ میتن و اصلا به اینمی باور نیستن. بله، باید دوستا به این باور نباشن. نفیرا اگر بسته باشه توسط القای خارج رحمی یا IVF میتونیم که یک زن باردار شوه و از تخمه خودش و از تخمه شوهرش. این موضوع رو بیشتر بله. میخواییم توضیح بدیم. چرا که اکثرا وقتی که ما نام IVF یا القای خارج رحمی را میگوییم، اتو فکر میشه که ما تخمه زن دیگر یا مرد دیگر را میگیریم. اما گرفتن تخمه زن دیگر و مرد دیگر حرام مطلق است و ایر زنای غیر مستقیم میگوین. شریعت ما با ما اجازه نمیده. اما خانمی که نفیرایش بسته است، ما میتونیم تخمه خودش بگیریم و تخمه شوهرش بگیریم، اینا رو با هم القا کنیم و باز داخل رحم زور انتقال بدیم، که شاید در برنامه بعدی ما اگر خواسته باشین مکمل در مورد القای خارج رحمی و انواعش و فتوایی که در این مورد صادر شده او رو با صحبت خواهد کردیم. به خاطر که خیلی دوستا اینمی موضوع رو شما که قسمی که توضیح دادین خوبتر درک نکردن و با یک باور دیگه هستن. تشکر از اینکه دکتر صاحب در برنامه تشریف آوردین. میشه در آخر پیامتان داشته باشین و انشالله هفته آینده هم تشریف آوردین روی یک موضوع دیگه بس میدوشه باشین. بسیار خوب، در مورد بی اولادی باید تشویش نداشته باشن هموطنان ما. قبلا به خاطر امی عملیات ها و امی تداوی ها و امی تشخیص ها اینا به هندوستان و پاکستان و ترکیه و دبی میرفتن. الحمدلله تمام امی امکانات در کابل موجود است و میتونن که از این امکانات در کابل استفاده کنن. دوم، در بخش بی اولادی مریض باید ناامید نباشه، از خدای متعال ناامید نباشه. ناامیدی کفر است و یک ورده که همه علما میگوین استغفر الله استغفر الله، زن و شوهر اگر همیشه بگوین، انشالله و تعالی با این شیوه های جدیدی که ما و شما داریم و حال در افغانستان در کابل هم موجود است، میتونن اینا صاحب اولاد نشون، صاحب اولاد شون. اما یک موضوع رو براتون بگویم که فامیلایی رو داریم که شوهرم جور تر است، خانم هم جور تر است، هیچ مشکل ندارن اما صاحب اولاد نمیشن. که البته خواست خدا نبوده، که با خدا آدم جنگ کردم نمیتونه، باید جنگ نکنیم و بر هر حالتی که میباشه باید ما شما تابع امر عزت متعال باشیم. انشالله که مشکلاتشان همه رفع شوند.